اتاقت خیلی قشنگه. راست میگی؟ آره. ببخشید مزاحمت شدم. اصلا حرفشون از خانم دکتر. فرشته دیگه. بله فرشته جون. سال چندمی؟ امسال تازه قبول شدم. پس زود ازدواج کردی. دیگه به حساب پا پیش گذاشت. بابامو ستارم میشناختنش بله رو گفتم. خودت چی؟ به خاطر اونا بله رو گفتی؟ کیا؟ خانوادت دیگه. خودم هم دوستش دارم. ولی خب نظر خانواده خیلی برام مهم بود. انشالله که خوشبخت باشی. مبارکت باشی. ممنون. بخوابی؟ آره بخواب. کجا میری؟ الان میام. سلام آقا جان. سلام مادر جان. سلام. سلام خوشحال خوب هستی شما. چش بالا میام. سلام. چطوری صدا به جان؟ خوابه؟ نه بیدار تو اتاقشه. ببخشید. ستار. ای آقا تو مگه زندگی نداری؟ کله سر اومدی که چی؟ داداش اذیتش نکن. من بهش خبر دادم اومدی. آبجی من اینو میشناسم. بچه‌ها صبحونه حاضره. بهزاد بیا 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 پسرم. چشم آقا جان. ای آقا این که جای ما رو گرفته. داماد بود دامادترم شده. داماد شدن لیاقت میخواد. ای که در به در به دنبال داماد شدنی. عرضه نداری بگو خودم ده جا رو هماهنگ کنم بری خواستگاری. باید بریم عروسی. عروسی کی؟ داوود. گفته بودم یه رفیق پیدا کرده تو کلاچای. خواهرشو گرفت. ببینم چرا همه شماها دنبال ازدواج با آشناهاتون هستین؟ ای داداش. خانم دکتر سلام. خانم دکتر صبح بخیر. بفرمایید. ایشون بهزاد همسر من هستن. سلام خوشبختم. سلام خانم. آشنایی با شما باعث خوشبختی و سعادت منه. ممنون. چقدر به هم میایین ماشاءالله. واقعا؟ بله. حسودی میکنی؟ خانم دکتر نمیدونم چرا به من حسودی میکنه. خودش نمیتونه زن بگیره. هی به من حسودی میکنه. میگم آقا جون خودت زن بگیر. کاری نداره که. بعد میگم چی میگم والا؟ چای یخ کرد. بیاین دیگه. نمیخوای صابونو بخورم؟ بفرمایید. بفرمایید. زن بگیر. صبح. بفرمایید. بفرمایید خانم دکتر. یه در کنار ما بشین. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدید. آسوده یا مواظب باشید. پاتو برن کمک شد. برو برا برو برا شما رو بیچر بگیرم. چی شد؟ عکس آزمایش دادی؟ همه چی درازکش من توی تونل رد کردن. MRI بهش میگر مشرح من. معلومه کارم بیخ بیدا کرده. خیلی مراقب باشی یا ستار جان. سرعت نری بسرم. خانم دکتر جان بفرمایید. دستتون درد نکن. سلامت باشی. سرت درد نکنه. مراقب باشی نه. انشالله که به سلامتی برسید. بچه هم بگید حال پدرشون خوب. چشم نگران نباشید. بعد امتحانات فصل حتما میام دیدنه. حتما منتظرتون هستم با آقا بهزاد. بیاییم پیش ما. چشم مزاحمتون میشیم. بدون ستا. آقا ستا که دیگه خسته اون بالاست. فکر نکنم اون برا پیداشون بشه. بفرمایید خانم دکتر. دیر نشید.
ابرو پرواز کنیم. خنده داره نه؟ حرف من؟ نه، رحمان رو میگم. حافظ و پیمان و سپر دست من. خب، این کجاش خنده داره؟ پارسال که اومدم کو، اصلا فکر نمی کردم کارم به اینجا بکشه. از پارسال شما که خبر ندارم، ولی حتما امسالتون قابل اعتماد بوده که بچه هاشو بسپاره دسته. دست سرنوشت رو نمیشه خون خانم دکتر. پر کاهم به دست تقدیر، به هر جا میروم بی اختیارم. هر عملی آمادگی فکری و عقلانی میخواد. خداوند به هر آدم زمینه اختیار و تصمیم گیری داده. به خود گیر میکنیم، میندازیم دست سرنوشت، اصلا میندازیم گردن خدا. یه استاد ادبیات داشتم تو دانشگاه، میگفت این که من این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. سنم همیشه اختیار تو دامن عقلانیت من پیدا میکنم. من الان دارم فکر میکنم که خب من و شما که به زور اینجا نیمیم، به اختیار خودمون اینجاییم دیگه. شما هم آمادگی تحول رو داشتی، اگه نداشتید بار اول که از اینجا رفتی دیگه بر نمیگشت. شما از مثل رفت و برگشت و تردیدهای من با خبری؟ از مدیر خانم شنیدی؟ نه دکتر عباس. خانم دکتر چی شده؟ یه موتور داره تعقیبمون میکنه. در عقب رو قفل کنی، زامن شیشه هم بزنیم قفل شه. الان میرسیم پلو کبابی نعمت. برید دفترچه تلفنم شماره سرگرد رو پیدا کنید، تماس بگیر، بزن رو اسپیکر. آنتون نگه بلش کن، از مغازه نعمت تماس بگیرم. سلام. خوش اومدید. احوال شما؟ سلام خانم دکتر، بفرمایید. سلام آقای معلم. بفرمایید. سلام. سلام خانم دکتر. بفرمایید. چی میل دارین براتون بزنید؟ من کباب میخورم. شما کباب؟ شما خانم دکتر املت. فرمانو براش املت بسازید. منم کبابو درست میکنم. سلام جناب سرکار. همون موتوری داشت تقریبا میکرد. اومد. اجازه بدیم ببینم خودش یه عکس ازش دارم. سلام علیکم. بفرمایید. نه جناب سرگرد، اون نبود. بله. چشم. من شب خونم. میبینم اتون.
چند شب دیگه باید خوابگاه بخوابیم؟ تا هر وقت آقا ستار بیاد. من دوست دارم هر شب اونجا بخوابیم. دیشب خیلی خوش گذشت. بچه ها بریم. این ستار اومد. خانم دکتر رسیدین، بیدار شید. سلام آقا مالی. سلام رضا جان. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام. این اینا رو بگی. سلام آقای خانم، حال شما؟ چه خوب که برگشتی. چطور بچه ها؟ بفرمایید، بفرمایید. چه خوب شد برگشتی. رحمان رو سپردم دست آقا. شما که نون خریدی آقا معلم؟ شما خواب بودید. اصلا واسه کی نون خریدی؟ شما که عاشق نون تنوری های مانی خانومی. اتفاقا برای شام نون نپخته بودم. ما شبا میریم خوابگاه میخوابیم. چرا؟ هیچی، خانم عزیزی میخواد بره، گفت یه شب بریم پیشش. خوب کردین نون خریدیم. راستش وقت نکردیم برای بچه ها چیزی بخریم. گفتن دو تا نان بخریم تا هم دست خالی نباشیم، هم خودمون برای شام دعوت کرده باشیم. بفرمایید، برای شام کتلت درست میکنم. خوبی منیر جان؟ بله خوبم. بفرمایید، بفرمایید. من تو کتله درست کردن تخصص ندارم، حتما باید یادم بدید. چشم. تخصص منم املته. خوب شد اومدیم، وگرنه میخواستیم بریم تو خوابگاه بخوابیم. رضا، شام تو بخور. سلام جناب سرگور. بله، در خدمتم، تشریف بیارید. کی میرسیم؟ باش، منم یه ساعت دیگه منزلم. تشریف بیار. خواهش میکنم. خدا نگه. بفرمه. ممنون. شما نگران نباشین، من از کسی نمیترسم جناب سرگرد. این دستوره، شما باید برید خوابگاه بخوابید. دستور به من؟ سوء تفاهم نشه، شرایط یه چند روزی خواسته. شما هم یکی از سوژه ها شدین. یه چند شبی که منزل تشریف نداشته باشین همه چی مرتب میشه. آخه من چیکار کردم که باید جونم در خطر باشه؟ آیا امیدوار، خواهش میکنم اجازه بدین ما مرتب کارامون رو انجام بدیم. حضور شما اینجا برای ما دغدغه ایجاد میکنم. باشه، اگه با رفتن من به خوابگاه دغدغتون کم میشه چشم. خوابگاه شلوغه، اونجا کاری نمیتونم بکنم. ما حواسمون اونجا هم هستش، نگران نباشین. برای چند روز بعد اونجا بمونم؟ فکر نکنم به 10 روز برسم. شاید تا امتحانات. شاید، فعلا بهتره که بریم. همین الان؟ بله. الو، سلام مجد. اتاق منو آماده کن، دارم میام خوابگاه. بعدم برات توضیح میدم. ممنون، ممنون. بعد از شما نداشتم کسی پاشو داخل اون اتاق بذاره. دست در نکنه. میدونستم برمیگردی. از کجا میدونستی؟ به هر حال خونه مردم هر چی باشه خانه مردمه. شما باید یه خانه برای خودت بسازی. بله آقای امیدوار، به حجت گفتم که هر روز اتاقات آب و جارو کنه. نیازی به توصیف نیست جناب پیلهور. شما هر دو به بنده لطف دارید. به هر حال خیلی خوش آمدی، افتخاری است برای ما آقا. ممنون از شما. با آمدن ممنون. شما خوابگاه ما رونق پیدا کرد. بفرما. 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 آقای امیدوار، به خانم بگم برای شما غذا حاضر کنه. نه ممنون، سلام برسون. تعارف میکنی؟ نه والله. بزرگواری شما. شبتون بخیر. من با اجازه شما. شب بخیر. خب بچه ها، تعریف کنین چه خبر؟ همه چی خوب آقا، فقط از اون روزی که شما از خواب گرفتین آقای پیله بر اخلاقش عوض شد. یعنی بهتر شد اخلاقش؟ نه آقا، نمره منفی ها برگشت.
اگه فیلماتون ترسناک و دلهور آوردین یه دونه شو بدید من برم ببینم. تنهایی؟ خب آره دیگه پس الان سر شبه. با هم دیگه میریم بالا میشینیم میبینیم. موافقین؟ بله. آقا نه اومده فتنه درست نکن. بله آقا چیه؟ چه فتنه ای؟ میخوایم فیلم ببینیم دیگه. موافقین؟ بله آقا. من طبق وظیفه باید به آقای پیلهور گزارش کنم. راه باز کن. اون که میگه از جگله دازم روی چمن کنار جوی آب دو تا حوری مرور آقا جان نفذل مهدب باش. حجت چراغا رو روشن کن. آی امیدوار بغلت جا باز کن میخوام بیام پیش تو بشین. آقا بفرمایید. بشینید بچا بشینید. خواهش میکنم بالا بشینید. خواهش میکنم. خدا نمیشه من چه نمیشه. همینجا بشین. خب افتخار دادی. حجت جان چراغا رو خاموش کن. فردی برو تلویزیون رو روشن کن و فیلم بذار از اول ببینیم. چشم آقا. برو بسن. سلام آقا جان، حال شما، چه خبر؟ سلام پسرم، چطوری؟ خوبی بابا؟ خواستم بهت بگم که امروز صبح اول وقت آقا رحمان عمل شد، الحمدلله به خیر گذشت. دکترش دیدم، باش صحبت کردم، دکتر گفت سه روز دیگه مرخصش میکنیم. کمرشم معاینه کرد، گفت تا 20 دقیقه بیشتر نباید تو ماشین بشینه. اینی که باید آمبولانس براش بگیریم. خدا رو شکر. نگران نباش. آماده که بودید بگید من بیام تا با خودم بیارمش. نیازی به آمبولانس نیست. باشه، باشه. بهت خبر میدم. مواظب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. سلام. بریم بالا. از یک تا دفعش ما؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده. حالا تو بشما؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت،
هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده. خب اون که از تو بهتر شمرد. خیلی خوب بچه ها. بیا بالا. برون وسط بشین. پس دفتر کتابت کو؟ مگه نیومدی درس بخونی؟ هشت هشتا هشت هشتا شیش هفتا شیش هفتا خودت چیارا بلدی؟ من آسرار. خیلی خوب بچه ها، پس هم باید جدول زر رو باهاتون کار کنی. سلام آقا. سلام. حالا آقا خوبه؟ سه روز دیگه میارمش. خدا رو شکر. جاتو عوض کردی؟ به نظرم جای خطرناکیه. قاوت نه تای دره. نه آقا، اونا آوازشون هست. ولی جای زیباییه. بیاد بیست سفره. اونجا دنیا زیر پاتون میفته. بیا آقا مالی. که میام دلم باز میشه. خب معلومه دل باز میشه. میخوای دل بسته شه اینجا؟ توی سریال دیدم دختر داستان که غمش میگرفت میومد رو صخره و اسم دوستش رو صدا میزد. دیدم گذر از زنج ها بود، اسم دوستش که دنیا بود رو صدا میزد. آقا مالی بیا بریم رو صخره. آقا مالی خوبه؟ خوبه، خیلی هم خوبه. بفرما. صابخانه کجا داری میری؟ شاید خونه نباشه. نه بابا هست، خبرش کردم. عروس خانم بنفشه، میگم تو رو دیده خجالت میکشه، روش نمیشه بیاد بیرون. بریم تو. تا بهم تعارف نکنه من نمیام. هنوز هیچی نشده داره به من بی‌احترامی میکنه. بنفشه بیا بریم تو. خب تو باید از الان بزرگتری تو نشون بدی دیگه. من قبلا حرفامو باهاش زدم. بیا بریم تو. الو آقا ستار، نظیر با زنش اومده خونه من. دسته گل آوردن. بچه ها خونه خانم عظیمی هن. من تنها.
بفرمایید، اینه منیر خانم. چه عجب، خوب نظیر به شما حرف زده. چه حرفی؟ چه حرفی؟ نظیر، مگه نگفتی باش حرف زدی؟ حرفا که به گوشش رسیده، حرفای ناگفترم الان میشینیم داخل با هم یه تفاهم میکنیم. بیا تو بنفشه، با اجازه. سلام خانم عظیمی، سریع بچه ها رو برده برو خونه منیر خانم، به کمکت احتیاج داره. بعدم برای توضیح میدم. خداحافظ. من با بنفشه حرفامو زدم. ما نباید تک تک خوشبخت باشیم. قرار ما باید این باشه که با هم دیگه خوشبخت باشیم. باید غمخوار هم دیگه باشیم. دو سرت درد گرفت، بنفشه سرش درد بگیره. بنفشه دلش شکست، تو دلت بشکنه. مریم و رضای تو مثل میسه و ما چه فرقی میکنه؟ میسه و ما هم مثل رضای شما. البته اینم بگم منیر، هیچ مردی مثل من نمیتونه تو رو خوشبختت بکنه. اگه جواب رد بدی یا مثلا لگت بپرنی، را به جایی نمیبری. یعنی اگه جواب رد بدی تا آخر عمر دیگه شوهر گیرت نمیاد، چون اسم من رو تو مانده دیگه. همه میدونن که قرار ما با هم ازدواج کنیم. از این بابت یک کسی جرات نمیکنه طرف تو بیاد. اگه از اسم من نترسه، از خود من باید بترسه. قلماشو میشکنم اگه کسی بخواد بیاد طرف تو. بنفشه شوهرتو بردار از اینجا برو. من زنگ زدم ستار داره میاد. نظر خون بپا بشه. نظیر سن و سال داره، اما ستار جوانه، ممکن اختیار از کف بده. چجوریه؟ پشت پرده قرار مدارتو با نظیر میذاری؟ منو که میبینی عوض میشی؟ من با هیچ کسی قرار مدار نذاشتم. نظیرم از ختم ابوالفضل تا الان چش تو چش ندیدم. بیاین بی سر و صدا از اینجا برین. من اومدم کارو تمام کنم خاله دختر. ستارم بهتر این طرف ها نیاد. اگه دوستش داری جلوشو بگیر. من کی گفتم دوستش دارم؟ چرا حرف تو دهن من میذاری؟ ستار مثل تو آدم بیغیرتی نیست. چشباکه. خبر داریم. از اون وقتی که این خانم دکتر اومده همش همراشه. اینم داری اشتباه میکنی. نگاه ستار به خانم دکتر یه نگاه دیگه است. نگاه مریض و بیمار آدمایی مثل تو نیست. چرا فکر میکنی همه باید مثل تو بیشخصیت باشن؟ بشین سجاد بنفشه. اینو میخوای بگیری؟ اینو آدمش میکنم. سلیم جلو این معلمه رو بگیرید. نه نکشیدش، نذارید بیاد این طرفا.
برو بشین سر جات، نمیذارم بری بیرون. برو بشین سر جات. شما وایس اینجا ببینم چه خبره. سلام، چه خبر شده؟ آقای امیدوار به من زنگ زد گفت بچه ها رو بردار برو پیش منیر. منیر خانم مهمان داره، آمدیم خواستگاری. آقا ستار نگفت که میرسه؟ خواستگاری جرمه؟ غیر شرعی سر گروبان؟ این آقا اومده اینجا ولش کن. این آقا خودش تلفن که گفت بیا جلوی دعوا رو بگیر. من تلفن نزدم. حالا یه آقای زد دیگه. خواستگاری به زور میرن. سر گروبان در حضور شما میگم اگه یک بار دیگه نظیر پاشو بذاره تو خونه من میکشمش. از ابوالفضل که تفنگ شکاری برام مونده. برم کن. تو بیا. حالا دستم به تفنگ نخورده. اما اگه این آدم یک بار دیگه بیا طرف خونه ای من شلیک میکنم. نظر خانم سیاه سنگی نمیزنم. برو بیرون نظیر، برو بیرون. اگه یک بار دیگه این آدم بیا طرف خونه ای من شلیک میکنم. برو بیرون نظیر. اینجا خیلی زیباست. یکم برام آشناس اینجا. حتما اون سریال رو دیدی. فای آره.
زیبا دقیقا اینجا ایستاده بود، دقیقا رو همین صخره. چشش باز و بسته کرد. دستش اینجوری باز کرد. گفت اینجا آدم انقدر به خدا نزدیکه که میتونه دستاشو بگیره. الو سلام احمد علی، چه عجب یادی از ما کردی. دست پیش گرفتی که عقب نیفتی؟ به خدا درگیر دهمان بودم. خبر دارم، خدا پدرتو بیامرزه، مردانگی کردی. کجایی الان؟ در خدمت شما. حالشو دری بیای بریم پیش محرم. بچه ها رو برسونم ده، برمیگردم میام پیشت. بیا که مهمان داریم. کی؟ بیای خودت میبینی. یا علی مدد. بر لوح دل من